شان کانلی، دکتر معالج دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که رئیس جمهور ترامپ معیارهای مرکز کنترل و وقایع امراض را برای خروج مصون از تجرید برآورده ساخته و معاینه پی سی آر کووید صبح دیروز و نیز نشان می‌دهد که بر اساس معیارهای پذیرفته شده فعلی، خطر سرایت بیماری از وی به دیگران وجود ندارد. دکتر کانلی این مطلب را شام شنبه به وقت محل اعلام کرد، اما به طور واضح نگفت که آیا تست کرونا رئیس جمهور ترامپ منفی بوده یا خیر. این در حالی است که ترامپ شنبه بعد از ظهر از یکی از برنده های قصر سفید با هوادارانش ملاقات کرد و گفت که صحتش خوب است. اولتر از همه باید بگویم که صحتم بسیار خوب است. شما چطور؟ حالتان چطور است؟ مفتخرم که از شما استقبال میکنم. ما این را یک راهپیمایی صلح‌آمیزی در قصر سفید برای حمایت از زنان و مردان بی‌نظیری که در بخش اجرای قانون کار میکنند میخوانیم. برای تمام کسانی که بسیار خوب با ما کار میکنند. اجتماع سیاه‌پوستان و اسپانیایی زبانها از همه شما متشکرم. رئیس جمهور ترامپ در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به ویروس کرونا گفت که واکسین این ویروس به زودی توزیع خواهد شد. می‌خواهم بدانید که کشور ما این ویروس وحشتناک را که ما ویروس چینایی می‌نامیم شکست خواهد داد. ما در حال تولید ادویه‌های قوی هستیم و ما در حال تداوی بیماران هستیم و ما دوباره بهبود خواهیم یافت و واکسین نیز بسیار سریع و به زودی به بازار خواهد آمد. ما شرکت‌های بزرگی داریم که کارشان در این زمینه عالی بوده و آن را توضیح خواهند کرد. آقای ترامپ در حال روی از بین بردن ویروس کرونا تاکید کرد که طبق گزارش‌های اخیر دیروز آمار ابتلا به این ویروس در 10 ایالت آمریکا در بالاترین سطح در 2 ماه اخیر رسید. با وجود افزایش شیوع ویروس کرونا در آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری از بحث‌های عمده روز در این کشور را تشکیل داده و هر دو ستاد انتخاباتی دیروز و امروز نیز به کمپین ادامه دادند. دیروز جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، باشندگان ایالت پنسیلوانیا را تشویق به دادن رأی پیش از وقت کرد و از آنان خواست در پر کردن برگه‌های رأی دقت کنند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 3 نوامبر برگزار خواهد شد. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.